سلام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با 25 امین جلسه از دوره آموزشی پایتان از طریق کانال آموزش VR Education مهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در این جلسه قصد داریم بریم سر وقت بحث دیباگینگ حالا ما در جلسه گذشته بحث لاگینگ رو مطرح کردیم بهتر بود که لاگینگ بعد از دیباگینگ باشه حالا اینجوری شد دیگه ما اول لاگینگ رو خدمت رو کردیم دیباگینگ عملا زمانی هستش که ما یک رفتار مورد نظری رو در زمان دیولوپمنت نمیبینیم و میخوام ببینیم چه اتفاقی داریم میفته که آقا این خروج مورد نظر ما تولید نمیشه اون اتفاقی که ما میخوایم حادث نمیشه پس بعد ما یک سری ابزارهای در اختیار داشته باشیم که بتونیم کد رو در حین اجرا نگه داریم جلو اجرا برنامه بگیریم بگیم تا اینجا اجرا شده وایس من میخوام یه چیزایی رو چک کنم برخی از متغیرها رو ببینم وضعیت کلی برنامه رو ببینم و موارد اینجوری حالا قابلیت های دارم. مثلا میخوام برم تو دلی یه متد اونجا ببینم چه اتفاقی افتاده یا نه این متد مثلا مطمئن از روش بپر دیگه نمیخوام وقت هم اونجا صرف کنم کارهای مختلفی که حالا توی دیباگینگ داریم رو این جلسه میخوام خدمتتون ارائه کنیم و این کارها ما در محیط وی اس کد انجام میدیم حالا اگر مثلا از پای استفاده استفاده کنیم، اونجا هم قابلیت های مشابه به همین صورت هست کلا بحث دیباگینگ در اکثر آیدی ها به یک صورت هست حالا تا حدود زیادی البته و حالا بحث این که چطور میتونیم کارنت استیت برنامه رو مشاهده کنیم و بر اساس تصمیم بگیریم یا حتی مقادیر متغیرهامون رو در حین زمان اجرا تقویم اینها رو همه رو در این جلسه خدمتتون ارائه میکنیم بریم به بخش عملی و کلی موارد رو در قالب یک مثال عملی با هم مشاهده کنیم خب یکی از نیازمندی هایی که ما در تمام زبان های برنامه نویسی داریم و همه برنامه به اون نیاز دارن قابلیت دیباک کردن هستش حالا شاید بگم اوکی من میام از طریق پرینت کردن و خروجی روی کنسول میبینم چه اتفاق افتاده اما خب این برای پروژه های کوچیک شاید جواب بده حتی همون هم آزار دهنده است شما یه زمان نیازین در حین اجرا بیان فرایند رو سپری کنید تو این فرنده چه اتفاق میفته من اون لحظه مثلا چه مقادیر دارم در پارامتر هم و این هی ای پرینت کردن چه کردنه خیلی آزار دهنده است آره این زمانی برای مثلا فرض کنید مین فریم های قدیمی که شما تایم شیرینگ بوده و فقط یک زمانی رو اجازه استفاده داشتین خوب بوده که برنا اجرا میکنی یه سری لایک میگرفتین و بعدا میومدین باهاش کار میکنین ولی تو محیط امروز ما باید بتونیم دیباگ کنیم نگاه کردن یعنی چی یعنی که آقا من میخوام فرض کنید الان اینجا من این دکمه رو میزنم دکمه ران اجرا حالا دستور پایتون می نویسیم اه... کدوم اجرا میکنیم کل برنامه اجرا میشه اما من میخوام بیام اینو تحت کنترل خودم بگیرم میخوام بیام اوکی بیا تا اینجا رو مثلا اجرا کن از اینجا و بعد من میخوام بهت کجا رو اجرا کن تو کدوم تاب برو از اون کدوم تاب بپر مثلا کلی اجراش کن من نمیخوام تو دلش رو ببینم چیزای این تیپی رو حالا در قالب دیباگ کردن میتونیم بهش برسیم و تو برنامه‌هایی که داریم می نویسیم بعد بلد باشیم توی وی اس کد شما میتونید بیان کنار هر خطی رو که نیازه اینجا میبینید که علامت قرمز میاد توی اکثر آیدی ها تقریبا تمامشون تا اونجا که الان من دیدم این علامت قرمز معنی دیبا کردنه اینا کلیک کنید بچه پر میشه یعنی میگه آقا رو اجرا کن حالا از هر جایی که هستی وقتی رسیدی به اینجا تو روند اجرا کن مثلا من اگه اینجا بزنم بچه نمیاد از بالا اجرا کن اینجا کنه یا, بر... یا بریک پوینت بذاره اینجا بریک کنه میاد اینجا زمانی که فراخوانی میکنیم میاد تو تاب اینجا رو نگه میداره اوکی خب پس ما میتونیم یا توی وی با کلی اف 9 معمولا تو ماکیت های حالا مایکروسافتی ما کلی 9 میزنید بریک پوینت میذاره دوباره بزنید برمی داره میذاره حالا معمولا با اف 9 کار میکنیم اینو مثلا میتونید اینجا بگین از اینجا میخوام شروع کنم با کردم خب من بریک پوینت گذاشتم میخوام از اینجا برم جلو ببینم چه جوری کدام اجرا میشه خب یه پنجره داریم اینجا به نام ران اند دیباگ اینا اگه باز کنید این که حالا پایین میگه خب بریک پوینت های کجا رو میخواید یعنی اون آنکاف اکسپشن هست که حالا اون اکسپشن هایی که ما براش try except نذاشته و میگیم میخوایم داشته باشیم اینشون یه دونه پلی گرانده. کمی فایلی هست که اینجا داریم میگم من اکسپشن ها. اینو میخوام ببینم و یادت باشه خب میذاریم ران اندی دیباگ یه اتفاقات اینجا میفته و حالا اینو کم بدیم پایین یه همچین صفحه میاد دقیقا این خط زرد رنگی رو میبینید و اینجا یه علامت حالا اجرا شدن داره میمن منم اینجا موندم چیکار میخوای بکنیم حالا مجبور کم بدیم بالا بچه‌ها ببینیم خب اینجا بچا دقت کنین یه چند تا پارت داریم ما قسمت وریبلز میگه الان وریبل هایی که تعریف شده و تو این اسکوپ فعال هستن چیا هست بچا اینو توتال تعریف توتال بیرونی داریم بچا توتال درونیاتون اون تو نه بریم توتال صفر اینجا هم نشون میده واچ کردن اینه که آقا من میخوام یه متغیر خاص رو مقدارش رو ببینم هی نخوام مثلا وقتی تو اسکوپ مختلف داریم جابجا جا میشیم حالا بهش میرسیم و بعد یه کال استک آقا شما الان توی ماژول چی هستین پلی گراوند هستین حالا اگه شما سه تابع رو کار کنید تابع بره یه پکیج رو کار کنه اینا همینجور به صورت کال نشون میده که دنبال اجرای شما کجا بوده خب برای رفتن به خط بعد میتونید از این کلیت ها استفاده کنید یه دونه حالا چیزشو بیاریم تول استپ اوور هستش یعنی میگه اگه تابع بود از روش بپر برو اجراش کن من نمیخوام میام تو دلش یه دونه استپ این تو هستش میگه آقا نه برو تو تابعم کارم مثلا حالا میخوام میام تو تابع, هم هم. تو تابع سام ببینیم چه اتفاقی داره میفته یه دونم تابع استپ آوت هست شما تو دلیل تابع هستین یا مثلا نمیخواید ادامه اون جایی که میخواستین دیدیم میگه آقا اوکی بپر برو بیرون من دیگه دیدم چیه خب کلید اف رو من میزنم این الان استپ اوور آه... میشه بچه یه سلام پایین نوش خروج هم اینجا میبینیم خب الان اینجا میخوام اگه اف 10 بزن بزنم اینو اف بزنم اف میزنم کلا ی... در قالب یه دستور اجرا شد و توتال من بچا نگاه اینجا یه دون فانکشن وریبل زاده که آقا اینجا یه سام داشت ریتن کرده تن توتال هم 10 اوکی میام اینجا هم پرینت میکنید، ده اینو F11 میزنم استپینتو پین تو F11 بود درست شد میایم تو میاد مینی که اومد بالا خب میادیم اینجا میگه آقا اوکی شما ورودید یه لوکال وریبل داری یه گلوبال گلوبال میای یه دون توتال ده یه دونه نامبرز اینجا داری 5 6 7 8 اومده ورودی شماست اوکی میگه اوکی میگم برو جلو خب پس اینجا بچه‌ها یه دونه لوکال چیزام تعریف کرد برام. توتال خب اینجا تو ادواچ بچه‌ها من میتونم بیام میگه چه چیزی میخوای میگم برام واچ کن خب ادامه روند اجرا رو میتونیم اینجا داشته باشیم حالا بچه اینجا کلیک راست هم میتونید مثلا بیام بگیم من میخوام این ست ولیو کنم این بار مثلا من میگم بیا مثلا تو مقدار تا باشه ده مثلا هین اجرا میخوام این چیز رو تغییر بدم تست کنم مثلا من میتونید بدونیم که تو کد دست ببینیم اینجا هم تغییرات رو بدین خب حالا پس من کردم 10 دیگه توی میانه اجرا حالا روند میام تیم میکنم این فور نمبرز مثلا این نمبرز آقا شروع کن جمع کردن اینو جمع کرد شد 15 پنج اولی رو حالا این واچن بچه هم شاید بگیم بالا داریم شاید اینجا تعداد زیاد باشه من میتونم بگم که آقا نه مثلا من میخوام چیز کنم اینجا یه چیز خاص منظور رو ببینم خب اینجا هم که کالستر که دقیق کنم من از تو ماجول اومدم توی یه متود سامی که کالستر رو داره من نشون میده اگر رو اینجا بزنم میگه از اینجا پریدی رفتی اونجا پس دنباله رو خواهیم داشت اوکی خب این الان ما انجام دادیم حالا عدد 5 6 7 8 9 رو من دارم 10 تا که خودم گذاشتم روش یعنی بخوام حساب کنیم میشه 15 20 با این 20 با اینم 35 و 10 45 بعد برگردونه که حالا قبلا هم ما اینجا 10 رو داشتیم میشه 55 یعنی خروجون بعد اینجا میشه 55 خب دیگه من نمیخوام این ادامه بدم و اوکی رستم به جای فهمیدم درست بوده استپ اوتو میزنی یا شیفت 11 رو من اینو میزنم اومد اینجا بیا آقا الان اینجا ای میخوای چیکار کنی توتال میلم که 10 دیگه بیا آقا یه بار اینو بیا دوباره از اول اجراش کن اوکی پس اینو که اجرا کرد الان اون 45 که من گفتم با اون 10 جمع کرد دقیق قبلی که اینجا داشتیم شد 55 F10. عملیات شد 55 پرینت فینیش بعد حالا کد هم خاطر پیدا کردش اوکی okay. ولی من اگه یه بار بچا اجرا کنم خروجی من 1045 میده دیگه حالا چون که من استپ اوتش کردم خروجی رو تغییر دادم یعنی در حین اجرا دیگه اینجا روش مانوری نداده پس نم نحوه دیبا کردن حالا جاهای مختلف رفتن و کد تحت کنترلتون داشتن به این صورت از طریق وی اس کد و حالا اکثر زمان هم همین یعنی چون کنار یه بریک پوینت میذارین تا اونجا میتونید اجرا کنید استپ این استپ اوبر و استپ این تو و استپ اوت اینا همه رو دیگه اونجاها دارین برای اجرا کار خب امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشین تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا نگهدار